یکم بنزین میخواستم. سلام. من بنزین ندارم خانوم. خب بس من گفتم بنزین شما نگه داشتیم، برای چی نگه داشتیم؟ موبایلم افتاده بود زمین، خواستم بردارم. خب حالا که زحمت کشیدین و وایسادین، میشه خواهش کنم یه پمپ بنزین این سر از من اونجا برسونی؟ کار دارم، عجله دارم، باید برم. همش 5 دقیقه طول نمیکشه. بفرمایید. دست شما درد نکنه. چه هوای خوبی امروز. بله. امسال هم که اصلا زمستون نداشتیم. بی نهایت بیابی داشتیم. میشه اون عینک خوشگل تو برداری من چشمای قشنگی تو ببینم؟ خواهش میکنم، من خیلی موقع رانندگی عادت دارم عینک بزنم حتما. حالا به خاطر من. خواهش میکنم. واقعا همه چی تموم هستی شما. خواهش میکنم. دست فرمونتم که واقعا بیسته بیسته. ممنون. آشپزی چطوره، خوبه؟ آشپزی که اصلا، از هرچی بوی پیازداغ و نعناداغ حالا به هم میخوره. این حرفا رو هیچ وقت نزن. ببینم فردا پس فردا که خواستی بری خونه شوهر، اگه شوهرت گفت من یه آش تشته میخوام که روش پر از نعناداغ و پیازداغ و سیرداغ باشه، میگی من از پیازداغ و نعناداغ بدم میاد؟ من اصلا ازدواج نمیکنم. چرا؟ این یه شطوریه که در خونه تمام پسرهای جوان و دخترهای جوان میخوابه، چه بخوای چه نخوای. شما به من یه پسر سر به راه نشون بدی. تو این دور زمان اصلا پسر سر به راه خوب پیدا نمیشه. عزیزم باید چشمتو باز بکنی نگاه کنی. پسر سر به راه، پسر نجیب، خانواده دار، تحصیل کرده، کم دور اطراف شما نیست. ماشاءالله، هزار ماشاءالله. نگفتین کجا تشریف میبری شما؟ شما هر جا برین منم با شما میام. کار که ندارین؟ بله اتفاقا من کار دارم، جایی باید برم. خب پس هر جا که فکر میکنین من باید پیاده بشم دیگه مزاحمتون نمیشم. عجب رسمیه، رسم زمونه، عجب رسمیه، رسم زمونه. مادرم زن نمیخوام، مادرم زن نمیخوام، مادرم زن نمیخوام. آقا عزیز بلشون کن، من خودم فهمش میکنم، شما برو برس به کاره. دست درد نکنه آقا جلال گل. راستی این یارو سیریشه هست، دوباره سر کلهش پیدا شد، الانم تو بینه نشسته. من افشار هستم. عجب آدم سیریشیه، عجب آدم سیریشه. تو رو خدا یه جوری دکش کن که بره دیگه نبینیمش. جلال این خیلی سیریشه. خیلی برده. حواست اینجا باشه. خیالت راحت، برو. برو خیالت راحت. برو خیالت. جلال جونم، صدات کردم سریع. روششم. برو خیالت. من میخوام بپیچونمش خوشگه. برو خیالت. قربان، خسته نباشید. سلامت باشین. آقا شما چندمین بار میایین اینجا؟ آره آقا مجید، این 7-8 بار آخری که اومدم توی حمام این آقا اینجا بوده. درسته. قربون دهنت، توی این 7-8 باری که ایشون تشریف آوردن اینجا من بهشون جواب چی دادن؟ یادم نمیاد. یادم نمیاد. شما یادت هست که ایشون 7-8 بار اومده اینجا، یادت نیست من بهشون جواب چی دادم؟ آقا جان بی خیال دیگه، انقدر کشش ندید. قربان فرمودید فروشی نیست؟ تمام، الانم میگم فروشی نیست. اگر قیمت کمی پایین و بالاست علتش فی بازاره. گذشته از اون زمین به این درندشتی رو کسی همچین پولی بالاش نمیده، یعنی نداره که بده. شما میخواین بگین که این هموم رو دست من میمونه؟ بابا باشه، مال بعد بیخ ریش صاحبشه. شما هم بفرمایید. بسیار خوب قربان، خودتونو ناراحت نفرمایید، اجازه بدید این کارت ویزیت بنده خدمتتون باشه.
احتمالاً اگر تصمیمتون عوض شد کشش ندید و به حقیر زنگ بزنید. متشکرم. بفرمایید. تو هم پاشو برو کارتو تموم کن، میخوام ببندم اینجا. بگیرم؟ چیو بگیری؟ یه دوش دیگه بگیرم آقا مجید. یک. وای دیگه پوستش تاول زد. پاشو پاشو برو دوشتو بگیر، میخوام ببندم. زود بیا تمومش کن. زود برمیگردم. از اون خلاص میشیم، گیر این میافتیم. جلال خانم محترم لطف کنیم پیاده شید. ببین اخلاق شما هم این اخلاق خود منه. برای منم روزی که مادر شوهرم این آمد بودن خواستگاری ها، هر کاریش میکردم پاش از خونه بره بیرون، انگار نه انگار همونجور چسبیده بود به صندلی و تکون نمیخورد. خانم من عصبانیم، شما داریم برای من خاطره تعریف میکنیم. بفرمایی من باید برم کار دارم. عزیزم قربونت برم، حالا امروز ازدواج نکنی، فردا که بعد ازدواج بکنی که. حالا با پسر من نه، بالاخره با یکی دیگه که باید ازدواج کنی، اینم قبول نداری؟ خانم محترم لطف کنیم پیاده شیم، من کار دارم. عزیزم قسمتو که عقیده داری، اینی که دیگه دروغ نیست، هر چی بخواد پیش بیاد میاد. به سلامت، به خانواده محترم سلام برس. عجب روی داشت، ول نمی کرد. اه کیفش هم که جا گذاشته. وای مادر، امروز پاشدی رفتی بیرون، یه دونه کلید از رو کلیدت بر من بساز. دوباره کلید گم کردی؟ آخه مادر من توی ما این دومین باره شما کلید گم میکنی، حواستون کجاست؟ مجید اینقدر سر به سر من نذارا. من نمیفهمم تو چرا از اون نمیری زن بگیری. هی من باید بشورم و بسابم و بپزم بذارم جلوی تو؟ تمام رخ چرکاتم از تو حیات جمع میکنی خودت میشوری. فهمیدی چی گفتم؟ من دیگه خسته شدم، دستام همه آرتروز شده. چشم اصلا چشمم کور، وظیفه‌مه 4 تا کلید از رو این کلیدم میزنم، میذارم رو میز. هر موقع دوست داشتی کلید گم کن، هر موقع دوست داشتی پیدا کن، اصلا کلیدا رو میذارم همینجوری برداشت شما. خوبه؟ تمام همسن و سالای تو پاشودن رفتن ازدواج کردن، هر کدوم 2 تا 3 تا بچه دارن. اون وقت این حسرت نوه داشتن بعد رو این دل بیصاب شده من بمونه. مادر من پیران نیست که برم تو بازار یه چرخ بزنم یه پیرم پیدا کنم. زنه صحبت یه عمر زندگی، من باید یه همسنگ خودم پیدا کنم یا نه؟ این همسنگ چه تازگی یاد گرفتی؟ همسنگ خودم، همسنگ خودم. نهار تو که خوردی سفره رو جمع کن، ظرفا رو ببر بشور. چشم. من برم کپه مرگم بذارم میخوام استراحت بکنم. مادر میخوای براتون موسیقی بذارم راحت بخوابی؟ ببند دهن تو. تمام. مجید خاله، مجید خودمون. اینه. الو سلام. بله بله خودم هستم. یه کیف تو ماشین من جا مونده. بله باید کیف مادرم باشه. شما لطف کنید آدرس رو بگید، من خودم میارم خدمتتون. سلام 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 سلام. ببینم من به تو مگه نگفتم رختاتو بشور بنداز رو بند، ظرفارم بشور؟ بله. همجور ول کردی و رفتی؟ مشتلق بده. تمام. دستتو بردار از او بند. همه مجید دستتو بردار از او بند. تقصیر منه که خبر خوب واسه آوردم. ببین حوصله اصلا ندارم. کیف شما پیدا شد.
پیداش. کیف من پیدا شده؟ به همین راحتی. کجا بوده؟ یه خانومی به من زنگ زد، گفت کیف شما تو ماشین ایشون جا مونده. راست میگی؟ آدرسم گرفت که الان بیاره کیفو بده. نگاه کن قسمتو ببین، کیف من باید تو ماشین یارو جا بمونه و خودش با پای خودش بیاد دم در کیفو به من بده. عجب. ماما جون من، کیفو جا گذاشته بودی یا جا مونده بود؟ میگم به عرف خاک بابات نه، جا مونده بود. من که عمدن این کار نکرده بودم که دستتو بردار مادر جان. ماما دستتو بردار مجید جان. این داده بر من افتاد. یک ساعته دارم به تو میگم دستتو بردار. خب زحمت من دوباره کردی باید ببرم نره بشورم، اما من دستتو چه خاک تو سرم بریزم؟ خب چه نگفتی به هم؟ خب میگفتی من دستم بر میداشتم دیگه. صد دفعه بهت میگم دست تو از روی بیست صاحب شده وردار. آروم گفتی، فکر کنم آروم گفتی. خب کری نمیشنوی. کیه؟ فکر کنم اومد. خب برم کیه؟ ما مرو در واقع. من تو خونه است، من برم نمه در ببینم کیه. نه نه من برم کیه؟ من گفتم شما برو. غلط کرده من گفتم شما. ببندون دهنه تو برم کیه. سلام. سلام پسرم، این کیفتون رو گم کرده بودیم، اومدم خدمتتون. کیف تو ماشین شما جا مونده بود؟ بله. چه جالب. چه جالب؟ هیچی ببخشید، کیف متعلق به مادرم، باید صداش کنم. صداش کن. مامان، یه خانومی دم در خونه با شما کار دارن. مامان، من با عزتون برم. بله. ببخشینا. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ خیلی ممنون، شما خوبه؟ خیلی ممنون. این کیفتون که گم شده و آوردم خدمتتون. بله. بفرمایید تو. خیلی متشکر. فقط نگاه کنین توشو ببینین کم و کسری نداره. ببخشید پرستو خانم، خودشون تشریف نیوردن؟ نه دیگه، اون نیومد. آخه. آره. من با اجازهتون برم. برو دیگه بابا، چقدر رو مخ مادرت رچه میری؟ اه برم. خب برو دیگه، مخم رفت. مجید جان. بله. اون سویچ ماشین رو من بده، من میخوام برم بیرون کار دارم. خب اجازه میدی من برم؟ ببخشید. بفرمایید. ولی من واقعا دیگه مرخص میشم. برو بچه‌ها. برو گفتم. تمام. ببخشید پرستو جون چه نیومدن؟ نه دیگه اون خونمون نیومد. ولی واقعا خانم بهتون تبریک میگم. چقدر دختر نازنینی دارین، چقدر مردم داره، چقدر مؤدب و متینه. واقعا بهتون تبریک میگم. شما لطف دارین، خیلی ممنون. ولی خانم اون دختر من نیست، اون از بچگی مادرشو از دست داد، من بزرگش کردم. الهی بمیرم. یعنی این پرستو خانم مادر نداره؟ نه خیر. آخی خدا رحمتش بکنه. خب تشریف داشته باشین، من ببرم برسونمتون. دست شما در نکنه. چرا تعارف میکنی؟ نه باور کنی، آژانس گرفتم سر کوچه، سلام میخوام برم. خب دست شما در نکنه. ببخشید. دست شما در نکنه. خیلی ممنون. خدا نگهدار. به سلامت. پرستو بابا. بابا شام منتظرتونیم، نمیاین؟ من اومدم، دو تا از طلبکارا دم در واستادن، مجبور شدم ماشینو ببرم عقب. آره دلت شور نزنه، وامیستم وقتی اینا رفتم میان خونه. الهی بمیرم پاپی، ببین آخر عمری به چه روزگاری افتادینا. زبونتو گاز بگی دختر، آخر عمری کدومه؟ همش 56 سالمه. شما که گفتین شناسنامتون رو چند سال دیرتر گرفتین؟ خیلی خوب، 2 سال تا 3 سال هم بزرگ میشه 59 سال. 59 سال سنه. میگم چی شد شناسنامتون رو دیرتر گرفتن؟
عجب گیری افتادیم دختر، حالا وقت این سوالاست؟ خداحافظ. گیر داده میگه سنت چرا اینجوری؟ مجید جان با کسی قول و قرار نذاری ها؟ شب میخوایم بریم یه جایی. مادر من، این خانواده با این همه خدم و حشم به ما دختر نمیدن. تمام. مجید جان چرا آخه دختر نمیدن؟ خدم و حشم کیه؟ اونا هم این مان، ما هم این اونا. اصلا نگران این مسئله نباش. چشم، این دفعه فقط به خاطر گل روی شما. تمام. الهی قربونت بشم مادر. تمام. خاک پس سر من بکنن. تو مگه چشم پس کلت آخی؟ ببخشید. همین. معذرت میخوام. همین. حالا تمام. دهنتو ببند. سلام پیشه. سلام، صبح بخیر. آقا جانگیر دست در نکنی، یه چای واسه من بریز. ای بروی چش. خوبه؟ نه بابام خیلی پررنگه. سلام، صبح بخیر. سلام فرز خانم، صبح بخیر. خوبی دخترم؟ دست در نکنم، خیلی ممنون. پیچک جون دوباره که گردن بند منو انداختی. ای بابا اینا مگه چه قابلی داره اینقدر گیر میدی؟ چه فرقی میکنه که من بندازم یا تو بندازی؟ یه چایی واسه من بریز. آقا جانگیر دست در نکنه، یه چایی واسه پرستو جون بریز. بابا دیشب کی اومدی؟ نمیدونم، یعنی تو ماشین خوابم بود، وقتی بیدار شدم دیدم طلبکارو رفتن، اون موقع اومد. اینجوری که نمیشه، باید یه فکری برای این طلبکارو بکنی. یعنی میگه چیکار کنم؟ ماشینم بپوشم، خونم رو بپوشم، حسیم رو به باد بدم؟ بالاخره یه فکری میکنم دیگه. همه امیدم به داییده، یه قولایی داده، حالا ببینم چیکار میکنم. سروزتو درست کن بریم. مامان جون یه دقیقه صبر کن ببینم اینجا کجاست ما رو آوردی؟ اینا جنازه دخترشون رو دوش من نمیذارن. تو چی داری میگی؟ چرا اینقدر دست کم میگیری خودتو؟ اینقدر رو اعصاب من را نرو ها. بروا خاک بابا من نمیام، ما بریم تو دست از پا درسته باید برگردیم، تازه اگه شانس بیاریم ما رو با لغت ندازم بیرون. من رفتم مادر من، من رفتم، من رفتم. مجید. مجید چی؟ مجید چی؟ همش میخواد بیا دنبال من. مجید مجید اصلا من رو خوب کرده. چی میگی تو؟ چیه؟ باشه سوار میشم، همش حرف تو، سوار میشم. دسته یه چمدون شکر. مامان، خواهش میکنم. مامان مامان دلش کجا میخواد؟ کجا میخواد بری؟ شما کجا میخواد؟ کجا میخوام برم؟ بله میخوام 5-6 روز برم شیراز، میخوام برم خونه خواهرم، از دست تو راحت شم. من چیکار کردم؟ من چیکار کردم؟ چیکار نکردی؟ ها؟ باشه قبوله، قبوله، فقط یه شرط داره. چه شرطی؟ اینی که شما. خب من چی؟ شما نه، اون اون کیه؟ اون کیه؟ اون ایش که اون نه، اون نه. خب. ما خب ما چی؟ یعنی من و شما. من و شما به این نتیجه میرسه اصلا من دهنم میبندم. تمام، من قبول میکنم که بریم خواستگاری. خوبه؟ خوبه؟ مجید. بله راست داری میگی دیگه. نه راست، راست میگی. باور کنم حرف تو؟ باور کن. همسایه ها خیلی خوب. باور کن. بریم، بده من ببرم. نمیخوام. بده من ببرم، خودم میبرم. فقط سرسه دانم. یقه کتت چرا اینجوریه؟ اوش. ای بابا ناسلامتی مهندسی ها. کیه؟ ببخشید برای امر خیر اومدیم. میگه برای امر خیر اومدم.
کیه؟ بیا دیدی چقدر تحویلمون گرفتن؟ این که همون خانومه هست. آه کدوم خانومه؟ همون که کیفشو تو ماشین من جا گذاشته بود. راست میگه خودشه. مامان جون بی بر کن بیا بریم. بچه جون ما تقصیر داریم که سرزده پاشدیم اومدیم خونه اینا. تو هم عین بابا خدا بیامرزت، هرچی اون خوابیده تو را رفتی. هی مادر تو چقدر خوشخیالی. هی چیکار کنم، در باز کنم یا نه؟ چی رو باز کنم؟ بگو ما اینجا دختر دم بخت نداریم، بذار بره. بابا خب بگو بیا تو، اشکالی نداره که. یه ساعت دوره هم میشینیم، حوصله‌مون هم سر نمیره، بعدم میره. مادر من دیگه بیشتر از این نمیتونم خار و خفیف بشم. خفیف دیگه چیه؟ تو هر روز باید یه چیز به معلوماتت اضافه بشه. خفیف همون ذلیله، ذلیل، ذلیل. من نمیتونم. ذلیل، ذلیل. ذلیل چیه؟ مجید با تو خجالت بکش. بابا زشت خوبیت نداره، مهمونه ها. پیچک جون مهمون کدومه؟ خواستگارن. بسو ببینم. بس دوماد کو؟ با میگم این همون خورشید خانمه دیگه، من چه میدونم. حالا بالاخره درو باز بکنم یا نکنم؟ چی رو باز کنم؟ بده به من. بده به من. الو. بله بله منم. ها ببخشید معطل شدی، بفرمایید تو. خارمون کردن، خفیفمون کردن، ذلیلمون کردن، رفت بالا، رفت بالا، رفت بالا. ببخشید. خواهش میکنم. خیلی خیلی خوش اومد. سلامت باشی. چی خبره بابا؟ چیزی نشده که؟ ببخشید من شرمندم، بی موقع مزاحم شدم. این چه حرفیه میفرمایید؟ اینجا خونه خودتونه. این گل رو فکر کنم بلوتوس خورده، درسته؟ بلوتوس کیه؟ سگمونه. اسمیه که دخترم برای سگمون انتخاب کرده، بلوتوس. وقت این سگ شما همینجور برای خودش راحت میچرخه اینجا؟ بله. و اهالی این خونه آشناست. این خطرناکه ها. خب امروز دست گلو میخوریم و فردا خدای نکرده یه بلایی سر خودتون میاره. حق با شماست. باید یه فکری هم برای این موضوع بکنم. بفرمید که آقا داماد چرا تشریف نیاورده؟ والا مجید کار داشت، عذرخواهی هم کرد. کل دفعه دیگه در یک موقعیت خیلی خوبی من خدمت میرسم. خدمت از ماست. همسرتون چی؟ مشکل کاری برایشون پیش اومده یا سفر هستن؟ والا ایشون فوت کردن. عمرشون رو دادن به شما. واقعا متاسفم، ببخشید. نمیخواستم شما رو ناراحت کنم. خدا رحمتشون کنه. خدا رحمت کنه رفتگان شما رو. ببخشید اسم شما چیه؟ جهانگیر هستم. بله. ببخشید من یه لحظه الان میام خدمت. ای بابا گرفتن نشستن، چرا نمیای بیرون زشته؟ عمرن اصلا حرفشم نزنین. یه سینه چای بگیرم دستم برم اون وسط وایسم که همه اینجوری زل بزنن بهم. بیچاره خانم یه چند تا چای بردی بیار. ببخشید خواستگاری من که نیومدم که. بیچک جون شما اون قضیه رو خیلی جدی گرفتین ها. خواستگاری کدومه؟ واقعا که پاشو بیا. بیچاره خانم یه چند تا چای بردی بیار. آه پاپی. پاپی چیه؟ برای زور چیکار داری با ماشین مردم؟ ماشین خودمونه. تیکی کلم مامان من؟ درست صحبت کن. خیلی ببخش. سلام. سلام عزیزم، هزار ماشالله. خدا به شما ببخشه این دختر رو. لطف دارید شما. ممنون. جلو قسمت و تقدیر رو هیچ کی نمیتونه بگیره. تا
دقیقاً همینطوری که میفرمایید. سلام خورشید خانم. سلام خانم، حال شما. بفرمایید. دست شما درد نکنه، چرا زحمت. بفرمایید. خیلی خیلی ممنون. خواهش میکنم. خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم. خوب این شما؟ خیلی خیلی متشکرم. خب عروس گلم، از خودتون تعریف بکنین. از تحصیلاتتون، الان چی کار دارین میکنین؟ ادامه درس دارین، ندارین؟ آخه چی بگم؟ خب بگو بابا جان، بگو سربازی رفتی، نرفتی، تحصیلاتت چقدره؟ آقا جانگی شما خیلی شوخ هستین. شوهر خدا بیامرز منم عین شما بود. تو هر مجلسی که میرفت هیچکی دلش نمیخواست از پای صحبتای این بلند شه. شما لطف دارید. حالا شما یه مقدار از خودتون بگید. ولی تا اونجایی که میدونم من خودم سربازی نرفتم. بله؟ ولی خب آقا مجید معاف شدن به خاطر اینکه میخواستن کفالت بگیرن، دیگه معاف شدن. آخ چه حیف شد پاپی جون، چون من همیشه دوست داشتم همسرم حداقل سربازی رو رفته باشه، اونم با اضافه خدمتش. نه یعنی که آقا مجید که معافی گرفتن به خاطر کفالت. یعنی چی؟ این پسر همونی اینجا چی کار میکنه؟ یعنی چی میخواد؟ افته تو دور. به به آقا افشار، چشممون روشن. این ورا چه خبر؟ چی کارا کردی؟ والا چی بگم؟ ظاهرن خبرها پیش شماست. خب آقا جانگی تازه چه خبر؟ منو دست میندازی؟ من به تو میگم چه خبر؟ تو از من میپرسی؟ مسخره میکنی؟ بی خود کشش نده، من دیدم داشتن میرفتن. کیا داشتن میرفتن؟ آها فکر کنم منظورت خواستگارای پرستو هم. قضیه جدی نبود، یه جوری دست به سرشون کردم رفتم. پس داره کشش میده. خواستگار کدومه؟ من اونا رو میگم که دم در خونه بودن. عزیز من کش کش میکنه. خب بگو کیو دیدی؟ یعنی تو نمیدونی پسر همومیه یه ساعته که دم در خونه واسده، بازم کشش میخوای بدی؟ پسر همومیه؟ بله. بعدم با اون خانومه که از خونه اومد بیرون رفت. صبر کن ببینم، داره جالب میشه. یعنی میشه پسر همومیه پسر همین خورشید خانم باشه؟ یعنی تو نمیدونی؟ نه. یعنی بی خودی همینطوری رو هوا به هم ربط پیدا کردن؟ یعنی میخوای منو دور بزنی؟ آره آقای جهانگیر خان، بی خود کشش نده، فیلمم بازی نکن که من خودم آپاراتم. یه دقیقه دهنوز سر جگر بذار. آقای آپارات چی؟ بسی ببینم. خب اگه اینطور باشه که خیلی خوبه. پسر همومیه عالی شد. پرستو، پرستو بابا. ماما به خدا اگه بذارم به خدا اگه بذارم مگه واسه تو مهمه؟ حتما مهمه که دارم میگم ماما. مجید اعصاب منو در بود آخو نکنم، بیشتر از این خوردم نکنم. باری کنم به خاک ماما اگه بذارم بره. به خاک باری کنم نمیذارم ماما. خواهش میکنم، خواهش میکنم. اصلا فکرشم نکنید.
چرا نمیفهمی دختر؟ الان قضیه فرق کرده، الان قضیه شده هلو برو تو گلو. به همین راحتی بابا. یعنی واقعا به خاطر یه تیکه زمین ناقابل میخوای دخترتو بده به یه پسر آسمون جل؟ اولا کی گفته تو زن این پسر آسمون جل شد؟ دوما همچنم آسمون جل نیاد بابا، یا همون داره کلی قیمتشه، اگه نمیدونی بدون. به من چه ربطی داره؟ چی رو به تو چه؟ بس به کی مربوطه عزیز من؟ نمیگه به من چه؟ تو هیچ میدونی اگه طلبکارا بیان من بیچاره میشم؟ بدبخت میشم؟ میگه به من چه؟ شما که از طلبکارا مهلت گرفتین، حالا تا اون موقع هم یه کاری میکنیم دیگه. هیچ میدونی همین خورده طلبکارا چقدر پولش میشه؟ فاتحه من خوندم، تو فقط کافی چند روز به حرف من گوش بدی. کارا که اوکی شد، یه ایتالیا دختره گلم مهمون بابا یی توکیو بزن بری. چطوره؟ بابا دیدی دروغ گفتی؟ توکیو که ژاپنه. تو که میدونی از اول من جغرافیام ضعیف بوده، من با ادبیات حال میکردم. پاشو پاشو به پیچک بگو یه زن بزنه خونهشون بیا. رون چمدون نشین، کلی شکستنی توش گذاشتم. تا شبم که اینجا بشینی چون باید به بزنی، من اینجا تو این خونه موندنی نیستم. مادر من اینقدر عصبانی نشو، شما یه دختر پیدا کن که همسنگ و هم‌معیار من باشه، من باش ازدواج میکنم. چش روی تخم دوتا چشام. الهی این همسنگ تو اون کاسه سرت بخوره که دیگه من از دست تو راحت بشم. اینقدر اون موهای بیستاب شده تو نخورم، فردا کچل چی کنار دستم میشینی؟ تلفن من میرم خودم جواب میدم، نمیخوام تو جواب. مامان آخر نمیخوام. الو کیه؟ الو سلام علیکم کیه؟ حال شما؟ قربون شما پیچک خانم، شما این؟ قربونتون برم، خیلی ممنون. آقا جهانگیر چطورن؟ پرستو جون چطورن؟ زهر مار. ببخشید جانم، جدی میگی؟ قبول کردن؟ وای خیلی خوشحالم کردی پیچک خانم، شیرینی شما پیش من محفوظ، دست شما درد نکنه. میبینمتون انشالله، خدا حافظ شما. مجید یعنی قبول چی؟ کردن چیو؟ خواستگاری بناس بریم خواستگاری، قبول کردن تموم شد رفت. خواستگاری کی؟ بابا پرستو دیگه، همینی که کیف منو پیدا کرده بود. مادر من چند بار بگم این دختر همسنگ ما نیست؟ یه بار گفتم تمام، بی حرفش نزن. آخه تا کی؟ میشون دهنتو ببندی؟ بله. اینقدر همسنگ و تمام بر من نکنی. همینی که گفتم بهت، پا میشیم راحت آسوده میریم خواستگاری، تمومش میکنی میره. مادر من ده بار گفتم، یه بار دیگه میگم، این دختر اگر بیاد دم این خونه بال بزنه از من خواستگار کنه، من قبول نمیکنم. تمام. اعصاب من اصلا خورد و خاطرش میکرده دیگه تو، از دست تو. بابا پس داریم میریم؟ بله. میخوای تا ترمینال برسونمتون؟ بله. نه منظورم این بود که اگه اجازه بدید تا ترمینال شما رو برسونم. خجالت نمیکشی تو چش سفید؟ خوب فیلم بازی میکنی بر من، به همین راحتی فکر کردی منم به این زودی خام میشم؟ آره؟ اون وقت جنابالی سر خود بری برای خودت خواستگاری و یه زن بگیری ورداری بیاری، سال بعد که بنده اومدم خونت بگی این همسرمه، اینم کیانوش بچمه. آره؟ کور خوندی بابا، چرا اینقدر عجله میکنی؟ مادر من شاید دختر بود. ببند دهن تو. چشم پرو. اون دستا تمیزه؟ بله تمیزه، الان شستم. چمدونو برده بیا تو. نمیخوای تشریف ببری؟ ماما این که خالیه که، مامان ما هم عجب فیلمی بازی میکنه. آخه مادر من، بابا در رو میبندی؟ یعنی من برم؟ یعنی برم زندگی؟ یعنی لباس که اومد دیگه، یعنی زندگی مو باید رو، یعنی منتظر یه چیزم بیاد،
منتظرم. تمام. یعنی باید دیگه تمام. یعنی دیگه من برم دیگه با این حرکت. باشه میرم. ولی هر چی دیدی ها از چش این حرکت درست هم خدا حافظ مادر. خدا از سر تقصیراتت بگذاری مرد. آخه برای چی گذاشتی رفتی؟ این بچه لجباز انداختی به جون من. باز لاغل اگر بودی یه توپ و تشری بهش میرفتی. باز یه حسابی از تو میبرد. از من که اصلا ابدا. 3 سالم از که اصلا به خواب من نمیای. نمیدونم چرا. نمیدونم چی کار کردم که دیگه به خوابم یه تلفنم به من. الو سلام پیچک خانم، حال شما خوبه؟ من خونم شرمنده، ببخشید تو رو خدا، آخه شماره تلفنتون رو نداشتم بهتون زنگ بزنم. والا چی بگم، مجید یه تصادف کوچولو با ماشین کرده. عجب رسمیه بسم الله. وای وای چه کار کردم. بله حواستون کجاست؟ اتفاقی افتاده؟ نمیبینی؟ بله بله لطفا. بله دیدم. حالا ماشینتون بیمه است؟ بله بله نه نه که یعنی وقت نشد که بیمش کنم. قبول دارین که مقصرین دیگه؟ قطعا من مقصرم چون برخورد من از پشت زدم به ماشین شما. بله من مقصرم، قبول دارم. چون انقدر هولی نکنه که گواهینامه هم ندارین ها؟ گواهینامه؟ نه دیگه، اونو خدا رو شکر گرفتم. من 18 سال و یه روزم بود که رفتم امتحان دادم، به مدت 10 ساله رد شدم، ولی خوشبختانه همین یک ماه پیش گرفتم. بله اینجاست. شما عجله نکنید، گواهینامه‌تون رو به من بدین اول. چشم. گفتم این بره، ببخشید. بفرمایید. باش. بفرمایید، اینم کارت من. دست شما درد نکنه. شماره من روش هست. بعد یه 2-3 روز دیگه قرار میذاریم که هزینه ماشین مشخص شده باشه. ببخشید. فقط به خاطر این که خواهشان جسارت نباشه. من چون صافکاری آشنا دارم، اگر شما دوست داشتین که بیارین اونجا دوستای من درست کنم ماشینو، موردی نداره. باشه خیلی هم خوبه. پس لطف کنی برای فردا باشون قرار بذاری. چشم. خداحافظ. خداحافظ. ای بوق میزنه. چرا اینجوری شدم؟ چقدر مهربون بود واقعا. میگم شاید نیستن خونه. صدا میاد خانم، یه دم تحمل کن. اومدم.
سلام علیکم. سلام خانم، حال شما چطوره؟ خانم سلام عرض کردم. سلام علیکم. روز شما بخیر باشه. خیلی ممنون، متشکرم. ببخشید زنگتون خرابه؟ زنگ که والا مدت ها خرابه، مجیدم که اصلا به فکر نیست. هر چی زنگ زدیم دیدیم هیچ خبری نشد. مجبور شدیم در بزنیم. ببخشید تو رو خدا. شما ببخشید. بفرمایید. باور بفرمایید، دیشب که متوجه شدم آقا پسرتون تصادف کرده و خیلی ناراحت شدم. الهی من بمیرم، الهی بمیرم، باور کن تا الان من اشک این مردو ندیده بودم. آخی ناراحت نکنی خودتونو، بفرمایید چه دم در. یعنی قرار بود همون دیشب خدمتتون برسیم. گفتم شاید داریم استراحت میکنید مصدق نشم. این شد که الان خدمتتون رسیدم. بفرمایید. چشم. خواهش میکنم. دستم قابل شما رو نده. چرا زحمت کشیدین واقعا؟ برگ سبز. خیلی خیلی ممنون. قابل شما رو نده. بفرمایید. وای خورشید خانم چقدر زحمت میکشین. ما اومدیم یه دقیقه خودتون رو ببینیم. بفرمین بشینی. خواهش میکنم بفرمین. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم موشه جان. میگن آقا پسرتون خوابن یا هنوز از بیمارستان مرخص دارن؟ از بیمارستان مرخص شده ولی رفته تا بیرون یه کاری داره برمیگرده. پرستو جون چرا تشریف نیوردن؟ ما رو قابل ندونستن؟ چه حرفیه میفرمایید. اتفاقا خیلی خیلی دلش میخواست بیاد. منتها میدونی یه شرکته و این دختر. باید یکی باشه سر سامون به این شرکت بده. بله خب مسئولیتم خیلی سخته. باور کنی خورشید خانم دیشب تا صبح این پرستوها پلک به هم نزد. اینقدر ناراحت بود که چرا شما نیومدین. خیلی هم تو روحیش تاثیر گذاشت. الهی بمیرم. پیچک خانم میگه آقا پسرم تصادف کرده. حالا وقتی این حرف هاست. آقا جهانگیر دروغ چرا؟ پدر مجید که میدونین فوت کرد. خدا رحمت جون. شما به جای پدر مجید از دیشب تا که رفته نیومده. یه زنگم به من نزده که منو از دلشوره در بیاره. من متوجه نمیشم، مگه بیمارستان نبوده؟ یعنی تصادفم نکرده؟ خب این که جای خوشحالی داره. یعنی ببینم میتونم یه سوالی از شما بکنم خورشید خانم؟ بفرمایید. رو کپوس کنده و بگید قضیه چیه؟ من هر دفعه با مجید صحبت کردم به صورت درد دل به من برگشته گفت مامان این خانواده وضعشون خوبه، پول دارن، به ما نمیخورن. حالا متوجه شدم. عجب جوونیه، عجب جوونیه. میگه باید از خانواده زن بگیرم که همسنگ ما باشه، درسته؟ شما این همسنگو از کجا میدونید؟ این که اصلا تکه کلام مجیده. خورشید خانم، بالاخره ما هم این دوران رو پشت سر گذاشتیم دیگه. من نمیدونم دیگه باید برای این بچه چی کار بکنم. کجا؟ به این زودی؟ بفرمایین تو رو خدا. هستم خدمت. بفرمایین. بشینم. بله شما بشینید. ایستادم تا حقیقتی رو برای شما بگم خورشید خانم. منتها نمیدونم از کجا شروع کنم. بفرمایین، ما هم از خودتون بدونین. میدونید چند ماهیه که من ورشکست شدم. یعنی همه اون چیزایی که شما دیدین باید بفروشم بدم دست طلبکارا. نداره. حالا باید چی کار بکنیم ما؟ شما میگه چی کار کنم؟ باید بیام بگردم با این وضعی که برام پیش اومده همین دوره برای یه خونه پیدا کنم بشینم با دخترم زندگی کنم. راست میگی؟ اتفاقا مجیدم خیلی خوشحال میشه. خوشحال برای چی؟ خب بالاخره من و مجید میگردیم تو همین محله براتون یه جایی پیدا میکنیم که شما هم نزدیک ما باشین. شما لطف دارید. بهتر نیست اینجوری؟ البته شما میفتید تو زحمت ولی فکر کنم پرستو با شنیدن این صحبت ها خیلی خوشحال میشه. 100%. سلام. علیکی سلام. ببینم تو فکر نمی‌کنی آدم دلش هزار یک جور شور میزنه؟ کجا بودی؟ موبایل تو چرا خاموش کردی جواب نمیدی؟ شارژم تموم شده بود.
تازه جایی نبودم که، تو همین حموم بودم، اینجا گرفته بودم خوابیده بودم. تو حموم جای خوابیدنه؟ تو یعنی خونه زندگی نداری؟ بیام خونه که شما به من گیر بدین. باشه چشم آقا مجید چشم، میگردم یه دختر پیدا میکنم که همسنگ خودمون باشه. دیگه چی میگی ها؟ جدی میگی مامان؟ خب اجازه بدید من کارمو انجام بدم، سری میام خونه. شما تشریف ببرین، من راستی تو را چیزی نمیخوای براتون بگیرم. نخه تا تو برگردی من میرم خونه یه کته میذارم، تو فقط سر را کباب بگی ورده بیار. تمام. ببندون دهن تو. مامان نظر باز باشه دهنم. تمام. برو زودتر بیا خونه. خدافظ. برو کباب میگیرم. اون طرفشو بگی شکسته موازم خیلی خوب، یواش بذاریش پایین. خوبه خوبه، شما می پایین ببرید، موازم باشیم به در دیوار. برو تو زود برگردی. رو کثیفه. آشپزخونش که دیگه نگو چندش آوره. یعنی چه؟ مگه ما اومدیم اینجا با آدم العمر بمونیم؟ بابا تو سرو دندون سر جیگر بذار، نقشه‌هامون که گره بنده میریم. حالا نمیشه جای بهتر منو بیاری؟ اگه میشد که میرفتیم. برو مواظب باش نزن چیزی رو بشکنه. دو روز بیشتر اینجا نمیمون. نگار خونه خالشه. آقا چرا معطلی؟ شب شد قربونه. زود باش. بیا 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 بیا. بچم بچم. بریم دیگه. من میخواستم ازتون تشکر کنم. با اجازت. نه منم قصه این در باز بود، گفتم ببندمش. حالا اگه مسیرتون هست من از اتوبان میرم، میتونم تا یه جایی برسونم. نه نه شما از اتوبان تشریف ببرید، من ترجیح میدم از شهر برم. ببخشید ماشینتون اگر دوباره تصادف کردید به من زنگ بزنید. با اجازت. به سلامت. هیچی. خداحافظ. چرا من اینجوری شدم؟ آخه اینجا همسنگ من نیست. مرد باش. سلام. سلام مادر، چطوری؟ خوبی؟ خوبی؟ ببین برو سفره رو بنداز، دست نزن. برو سفره رو بنداز، من همین الان برمیگردم. کجا داری میبری اینا رو؟ این خونه همسایه‌ت امروز اسباب کشی کرده، بیچاره خسته و کوفته. دست نزن، میام انقدر دل بازی در نیار دیگه. خوب. برم یه لقمه غذا بدم اونجا برگردم. برو. مامان جا زود برگرد که دارم از گرسنگی میمیرم. برو الان میام. برو. ای خاطره تعریف کنی یا. برو. چشم. مامان زود بیای یا. چرا من اینجوری شدم؟ تا حالا ایشی اینقدر فکر منو مشغول نکرده بود. بابا اون که با اون ماشینش اصلا همسنگ من نبود. دیر کردی؟ مجید خیلی تشکر کردم، خیلی هم خانواده نازنینیان، خیلی با فرهنگ با شخصیت، هر چی برات بگم کم گفتم. آه همه اینا رو با یه غذا دادن با سینی فهمیدی. ببخشید آه، مثل که ما یه اینقدر تجربه داریم. فکر کنم یه دختر دنه وقت دارن که اینقدر داری ازشون تعریف میکنی. اتفاقا درست فهمیدی، دختره عین پنجه آفتابه، داره با باباه زندگی میکنه. پس مادر نداره دیگه؟ مادرش فوت کرده، پدرم دیگه ازدواج نکرده. ها راستی دختره درس خونده است یا خونه داره؟ مجید جون
آخه من که نرفتم خواستگاری بفهمم درس میخونه یا خونه داره. این چه سوالایی از من میکنی آخه؟ مادر من، تو اتوبوس میشینی از یکی خوشت میاد تتو تمام زندگیشو در میاری. چطور شد از این خوشت اومد اصلا تو فکرش نبودی؟ من پشت این دستمو داغ میذارم. تا زمانی که خودت نخوای به هیچ عنوان من برای تو خواستگاری نمیرم، مگر اینکه خودت مشتاق باشی. تمام. دهنتو ببند. اتفاقا همه چی تمومه. تو ببین چه زندگی برامون درست کردی. بخور انقدر قر قر نکن. زودم ظرفاشو میشوری یا خورشید اومد ببره آبرومون نره. حداقل پیچکو میآوردیم این ظرفا رو بشوره. عجب گیری افتادم. تو که دقیقه این پیچکو گرفتی. عزیز من نمیشه با چه زبونی بگم. مجید پیچکو دیده. او وقتی اگه بیاد اینجا ببینتش چی آبرومو میره. یه نگاهی به این دور و برت بنداز. من این کارا رو چجوری انجام بدم؟ من بلد نیستم. من کمکت میکنم. یکی دو رو دندون سر جیگر بذار همه کارا درست میشه. من نمیدونم اخلاق تو به کی رفته. به شما رفت. به من؟ یادم نمیره وقتی با مادر خدابی و مرزت عروسی کردیم تو همین محله ها بودیم. تو سرمای زمستون با آب سرد رخت میشد. اتفاقا منم خیلی دوست دارم. اه؟ دیگه چی دوست داری؟ اوه صدای در اومد. فکر کنم خورشید و مجید اومدن کمکمون. زود باش اینا رو جمع کن. زود باش. من چی کار کنم؟ تو یه چوب برده بزن تو سر من. پاپی بابا چند تا قفل میزنی؟ بگی طلا فروشی داریم. آخ 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 ماما فکر کنم با این وضعیت یه 3-4 روزی افتادیم. حالا خوبه 4 تا تیر تخته این ورانور کردی ها. نگاه کن چجوری مثل کرباس فر خورده. مثلا جوونی. خدا کنه تو این چند روز آینده کسی تو این محل اسباب کشی نکنه که من حوصله‌ش ندارم. تمام. ببندون دهنتو. نداشتم میبستم اینجوری شد. اوه 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 اوه. ببینم حالا این دختره رو پسندیدی یا نه؟ آی مادر من چی میگی؟ طرف با ماشین آنچنانی و گل و شیرنی میاد میره میشینه روی مبل خوب، بعد میگه یه هفته جواب میخوام. منو بردی اونجا حمالی زیر تیر و تخته و یخچال و کمد، فقط نوک پامو دیدم، بعد میگه جواب بده. اینجوری خوارم میکنی؟ مجید صدا تو اونجوری مثل خروس بر من نکنا. اینقدرم ایراد بی خودی نگیر. اگر فردا جنابالی برات یه دست کچلوار بگیرن، یه دونه جعبه شیرینی بگیرن، یه دست گل بگیرن، میای خواستگاری یا نه؟ خب باید یه ذره بیشتر آشنا بشیم. تو که با اینا همسنگی که بازم میخوای بیشتر آشنا باشی؟ من میخوام برم بخوابم. تو که تا حالا چارچنگولی بودی که یه دفعه شده سالم شدی؟ بعض موقع میگیره، بعض موقع ول میکنه. الان ول کرده. آخ گرفت. آی آی مجید من فردا زور اینا رو نهار دعوت کردم ها. گوشت با من هست چی میگم؟ یا بازم کری؟ خدایا خسته شدم از دست این بچه. دیگه به اینجا رسیده. آخه چی میشد این خدا بیامرز پا میشد میمد تو خونه در میزد تکلیف منو با این مجید روشن میکرد. کیه؟ ببخشید پراید مال شماست؟ برو بابا من پرایدم کجا بوده؟ بابا من که روم نمیشه اینا رو ببرم. آخه کی استکان نلبکی کادو میبره که شما گرفتین؟ حرف نزن بی خودی. توقع داری تو این وضعیتی که من دارم مکروفه بردارم ببرم؟ خودتون بگیری. ببین یه وقت اونجا حرفی نزنی که پسر بو ببره با. نه خیالت راحت باشه. ببین بفرمایید. واقعا دستتون درد نکنه. چقدرم با سلیقه بسته بندی شده. این چه حرفیه میفرمایید؟ قابل شما رو نداره. میگه برگ سبزی است تحفه درویش. ان شاءالله که بتونیم جبران بکنیم. من الان خدمتتون میرسم با اجازه. دختر تو کفشتو نباید در بیاری بیای تو. وای اصلا یادم رفته و چیکار کنم؟
فکر کردی اینجا خونه خاله ملیساته، سر تو انداختی پایین همینجوری اومدی تو؟ خب دیگه حالا درور تو نیومده، ببر به تو سوهیه. پاپی هی درد سر درست کن. پاپی کدومه؟ پاپی به سگ میگن. خب جلو اینا به من بگو باب. بفرمایی. دست شما درد نکنه، خیلی افتادی تو زحمت، ببخشید. خواهش میکنم. ببخشید این آقا مجید شما تشریف ندارن؟ چرا؟ همین الان میاد، رفته بیرون یه کاری داشته، میاد. ببخشید خورشید خانم، یه سوال داشتم، خونه مال خودتونه؟ راستش منزل که مال پدرشوهر خدا بیامرزم بود. خدا بیامرزتشون. خدا رحمت کنه رفتگان شما رو. الان بازار خوبه با بابت این خونه پول خوبی میدن، قصد فروش ندارید شما؟ والا سلام. سلام. سلام آقا مجید، حال شما چطوره؟ کاروبار چطوره؟ خوبه؟ خدا رو شکر یه نون بخور نمیری در میان. الان آقا مجید خودشون مطلع هستن، همه خونه ها و آپارتمان های جدید استخر و جکوزی و سونا و چه برسه به همون، همه چی داره. البته شغل من چیز دیگه ایه. یعنی شغل دیگه ای دارید؟ البته مجید جون مهندسه، هر دفعه هم بهش میگی بابا جان از این در داری میری بیرون، یه دون از این کیف چرمی های که هست بندشو میندازن، یه عینک دودی این کیفه رو بنداز، یه خود مهندسوار را برو، به خرجش نمیره که نمیره. البته اینم بگم خدمتون، یه خود همچین بچه به فهمی نفهمی خاکیه، به بابای خدا بیامرزش رفته. مهندس چی؟ نقشه کشی ساختمون خوندم، البته بیشتر اوقات شبا کارمو انجام میدم. چه جالب. چی؟ این که مهندسین دیگه. مامان یه دقیقه تشریف بیارن کارتون دارم. جانم این مرد اینجا چیکار میکنه؟ این مرد اینجا چیکار میکنه؟ من دهنه تو من صدا زدی بیرون که همینو به من بگی؟ نه نه اینو نمیخواستم بگم. در حیاتو باز گذاشتی؟ مگه دیوونم که در حیاتو باز بذارم؟ اومدم دقت کردم کفش بابایی دمی در بود، کفش دختره دمی در نبود. خب نباشه لابد پاشه. دقت کردم کفش تو پاش نبود، فکر کنم در باز گذاشتی دوز اومده کفشو برده. یعنی واقعا با چشمای خودت دیدی کفش پاش نیست؟ بله. خاک بر سرم کنم، چه خاکی تو سرم بریزم الان؟ نمیدونم. پس من باید یه جوری برم یواش یواش بهش بگم که نترسی؟ مگه خبر مرگ میخوای بهش بدی؟ بچه خاکی تو سرم. خون سرد ببین. باش. چیز باش. خون سرد باش. خون سرد باش. خیلی خوب ببند اون دهان تو. خیلی خوش اومدید. بله بله خیلی خوش اومدید. عجب میبخشید. شما باید ببخشید. پرستو جون واقعا از روتون شرمنده. من خودم یه جفت کفش قشنگ مجلسی براتون میخرم. اشکال نداره، انقدر کهنه شده بود بعد مینداختمش بیرون. اصلا کف چه ارزشی داره؟ شما خیلی زحمت کشید. خواهش میکنم. فعلا با اجازتون. به سلامت. خدا حافظ. خدا حافظ عزیزم. خدا حافظ. دختره دیدی یه جوری صحبت میگه دنگ. دهنت ببند. تمام. مجید. بله. تمام بی تمام. وقتی میگم دهنت ببند تمام. برو تو. خجالتم نمیکشه. مجید شما هم نخوابیدی؟ تو چرا نخوابیدی؟ من خوابم نبرد. چه؟ به فکر پرستو هستی؟ پرستو کیه؟ یعنی چی؟ زورتالا یادت رفته؟ آها پرستو. خوشم میاد، خوب ذهنتو مشغول کرده. نه اصلا. نه؟
پس تو اینجا نشسته داری به کی فکر میکنی؟ مجید تو رو به ارواح خاک پدرت من فردا با اینا قرار خواستگاری گذاشتم. یعنی چی؟ مادر من، منی که میخوام یه عمر با یکی زیر یه سقف زندگی کنم، حق اینو دارم که ازش خوشم بیاد یا نه؟ آخه من که تو نمیگفتی که باید با هم دیگه همسنگ باشیم. خب هستی دیگه. دیگه چی میخوای؟ مامان یه چیز بهت بگم باورت میشه؟ بفرمایید. تازه فهمیدم همسنگ بودن ملاک نیست. واقعا نمیدونم از دست تو چیکار باید بکنم. ای خدا، آخه من از دست تو چیکار کنم؟ کشتی منو دیگه. آخه خدای این چه شانسی بود نصیب من کردی. بابا میگم ما تو کی میخوایم اینجا بمونیم؟ تا وقت این پسر همومیه بیاد خواستگاری جناب علی. اومدیم اون حالا دلش نخواد بیاد خواستگاری من. ما چه گناهی کردیم باید تو این شرایط زندگی کنیم؟ ای بابا، توقع داری من برم خواستگاریش؟ خب یک تو تحمل کن میاد. دست نمیزنی ها، من ببینم کیه. سلام خورشید خانم، بفرمی. خیلی ممنون. ببخشید آقا جهانگیر، اومدم یه عرضی داشتم خدمتتون. حالا چرا دم در؟ بفرمی تو. نه خیلی ممنون، کار دارم باید برم. در خدمتتونم. اومدم بهتون بگم که مجید رو میخواستم بگم. آقا مجید، بله. بله، میخواستم بگم که واقعا روم سیاه، شرمندم. نمیدونم چجوری باید بهتون بگم. اصلا خودتون رو ناراحت نکن، قسمت رو نمیشه کاریش کرد. دقیقا همینه. صلاح میدونی من با مجید صحبت کنم؟ نه نه نه، اصلا ابدا. دیشب که راحت و علنی داشت تو روی من وای میساد. باریکلا باریکلا، معلومه که خیلی پاشو از گلیمش دراز کرده. در صورت من واقعا روسیا. خواهش میکنم. حالا بیاییم بریم. خیلی ممنون. خداحافظ شما. خداحافظ. سلام برسون. سلام. بابا کی بود؟ ایشکی بابا، خورشید خانم بود. چی گفت؟ پسر یلاقبا فکر کرده مهندسه خبریه. چطور مگه چیزی گفت؟ آقا میفرماین نمیام خواستگاری. نمیاد؟ یعنی که از جنابالی خوششون نیومده. چیه؟ چرا واسه موریسمونو به هم میدوزی؟ مگه شوهرت مرده؟ میام بازیرم به هم ریه. بابا میگم اصلا نگفت چرا از من خوشش نیومده؟ مگه برای تو فرقی میکنه؟ ببینم نکنه تو از پسر خوشید اومده. من؟ نمیدونم. میگم بالاخره از این خراب شده میریم الان دیگه. بله، خیالت راحت باشه. ای داده بیداد، خیلی بد شد. خیلی اینطوری نمیشه، باید یه فکر اساسی کرد. چند روز دیگه موعد چکا میرسه، مام آه در بساط نداره. میگم افشار چی کار کنیم؟ همینطور بشینیم دست رو دست بذاریم؟ فهمیدم. جدی؟ فهمیدم چی کار باید بکنیم. یه را بیشتر نداری به شرط اینکه فقط کشش ندی. خیالت جمع باشه، کشش نمیدم، فقط بگو چی کار باید بکنی. تنها راهت اینه که از خود مادره خواستگاری کنی. چی؟ آقا رو دیوونه شدی؟ مسخره میکنی یا ما رو گرفتی؟ مرد حسابی من برم مادره خواستگاری کنم؟ از خورشید خانوم؟ بله، چرا حالیت نیست؟ برای نزدیک شدن به اونا راه دیگه ای نداری. آخه این چه حرفی میزنی؟ نمیگن تو این هاگیر و واگیر آقا فیلش یاد هندستون کرده؟ نمیگن؟ اونم کی؟ من؟ وقت چی باید جوابشونو بدم؟ بهت میگم چی بهش بگو. تو فقط کشش نده، همین امروز زنگ بزن باقیش با من. باشه. الو. سلام عرض کردم خورشید خانم. آقا جنگی شما هستی؟ خواهش میکنم. راستش خورشید خانم، من میخواستم یه مطلبی رو خدمت شما عرض کنم. بفرمایین.
منتها نمیدونم چه جوری باید بگم. من مدت هاست که یعنی من از شما خوش به لکنت افتادم. خورشید خانم شما با من ازدواج میکنی؟ خراب کردم. ببند دهن تو. مجید. بله. میگم که کارت این دختره رو داری بدی من یه دور دیگه باش تماس بگیرم. شماره رو بهتون بدم که این دفعه قبل هر چی بد و بیراه به اون دختر از همه جا بی خبر بدین ها؟ نه بابا میخوام ازش عذرخواهی کنم. چیزی شده؟ نه. مامان شما را کسی نشناسه من شما را خیلی خوب میشناسم. بهم بگید چی شده. هیچی ازم ولش کن. کیو؟ کیو ول کنم؟ جهانگیر با کمال وقاحت و پررویی بعدش زنگ زده داره از من خواستگاری میکنه. آه دین 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 نه نه تو چرا لحنه دبا شده؟ نه نه دبا مجی اربا خاک پدر دست خالی برو. بیا 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 آقا جهانگی تو اینجوری کردی؟ کجالت نمی کشی؟ تو بوی مهندسی؟ آقا چی شده؟ برش نمی تو ماشین بیارش تو ماشین. یواش آقا یواش یواش من می دونم با تو ماشین زیاد دلش شو سن در توزه برا بفرمین آقا جهانگیر. واقعا دستتون درد نکنه شرمنده کردین ما رو. خواهش میکنم. آقا جهانگیر شما روزی 4-5 تا آب میوه بخورین براتون بد نیست چون خیلی خون زیاد از سرتون رفته. واقعا افتادی تو زحمت ببخشید. چه زحمتی آقا جهانگیر؟ من واقعا شرمندم. خدا منو مرگ بده که شما رو اینجوری تو رخت خواب نبینم. خدا نکنه. اصلا شکستن سر برای من اومد داره. باور کنید خورشید خانم تو زندگی دو دفعه سر من شکسته. یه دفعه وقتی رفتم خواستگاری مادر پرستو جان برادرش زد سرمو شکست ولی وصلت سری گرفت. این دفعه هم که آقا مجید لطف کردن سر منو شکوندن. مهم اینه که دل کسی نشکنه. بله پرستو جان من یه مقدار سوپ درست کردم آماده شد میارم بده آقا جهانگیر بخورم. شما لطف دارید. با اجازه. خیلی زن مهربونیه. خیلی با محبته. اخلاقش عین مادر خدا بیامرزته. وقتی چکاتون پول نشد انداختنتون زندون اون وقت عشق و عاشقی هم دیگه از سرتون میره. فکر اونجاشم کردم.
وقتی حال و روزم بهتر شد، خورشیدم بله رو گفت، حلش میکنم، ناراحت نباش. نمیفهمم، شما واقعا میخواییم باهاش ازدواج کنی؟ بله که میخوام ازدواج کنم. مگه ازدواج واقعا و غیر واقعا داره دختر؟ ببینم، یعنی شما واقعا فکر میکنی اگه خورشید بفهمه که چه نقشه‌ای تو کلتونه جواب بله رو بهتون بده؟ خیلی خوشخیالی. کجا بودید؟ چی گفتی؟ کجا بودین؟ به تو یاد ندادم جلو بزرگترت بلند شی وایسی؟ اول از این به تو ارتباطی نداره که من کجا بودم. دوم از این میخوای بدونی؟ خونه اون جهانگیر بدبخت بودم که زدی سرشو اونجوری لتو پار کردی 16 تا بخیه خورده. سفو من تا اونجایی که یادمه همیشه ادب و نزاکت رو به تو یاد دادم. نمیدونستم امروز وای میسی و یک سلام تو دهنت نیست. مامان دیگه حق نداری خونه اون بری. حق؟ ببین کی داره از حق بر من صحبت میکنه. من خودم میدونم حقم چیه. تو نمیخواد بر من تعیین تکلیف کنی. یه دفعه بگو میخوای زنش بشی دیگه. خفه شو. حق من، حق من 30 سال یتیم داری بود. حق من 30 سال بار تنهایی رو به دوش کشیدم بود. تمام مسئولیت خونه با من بود. حق من گوشه خونه نشستن و تو تنهایی عشق ریختم بود. بس دیگه مجید. اینجا چی کار میکنه؟ این پیرزنه؟ اینو کجا دیده؟ آه! این همونیه که کیفو پیدا کرده بود. ولی این دوتا با هم اینجا چی کار میکنن؟ اینجوری نمیشه. باز یه فکر کرد. این قضیه داره کشدار میشه. دایی جون منم همینو میگم، ولی پاپی که گوش نمیکنن. باز گفت پاپی. دایی جون ما همیشه هر وقت رو هر زمین و خونه ای دست میذاشتیم یه هفته نمیکشید که به چنگش میآوردیم. ای بابا. ولی این یکی داره کشدار میشه. آقای افشار باید ببینیم قسمت چی میشه. آقا جهانگیر به سلامتی شنیدم عاشق شدی. مبارکه. خیلی ممنون. نه خیر پاپی جون، منظور پیچک خانم اینه که شما تو این سن و سالتون خجالت نمیکشین. نه اتفاقا هیچ هم همچین چیزی رو نمیگم. بابا بزرگم 80 سالش بود، 8مین زنشم گره. مبارکه آقا، مبارکه. اینه چی میگی؟ ها اینه چی میگی؟ من نمیدونم چی کار میخوای بکنی و چه فکری تو اون کلته، ولی من یکی دیگه نمیتونم جواب طلبکاراتو بدم. ای بابا تو صورت به طلبکارا نمیرسه بعد تو گیر میدی. اینجا چی کار میکنن؟ چی؟ بده بلندتر بگو من گوشم گرفته. میگم فکر کنم یه کاسه زیر نیم کاسه باشه. آقا من نمیدم این موتر منو به من بده من برم، دیرم شده. افشار، سارا افشار، سارا افشار. ای اومدن، اومدم. چی بالا بشی بالا اومدم.
خانم این چه طرز رانندگیه؟ ببخشید خانم، اتفاق افتاد. عزیزم، به خانم مطمئن که سلام. شما اینجا چی کار میکنید؟ ما هیچ، ما داشتیم با هم دنبال یه آدرس میگشتیم. نه خیلی داشتیم دنبال ماشین میرفتیم. تو مگه گوشات نگرفته بود ها؟ چی؟ تو مگه گوشات نگرفته بود؟ من یه حرف حالیم نیست، خانم پول هم بده من برم. پول چی؟ پول چی؟ بفرد موتورو. من الان پول تو میدم. بده من برم. داد بیداد نکن. بده همشو، بده همشو. خب بیا بیا. تو گوشات میشنوه صحبت پول میاد؟ نه. برو برو. آی آی، چرا شما حساب کردین؟ اجازه بدین من کیفمو میارم الان بهتون میدم. نه نه نه، اصلا امکان نداره. خواهش میکنم، این چه حرفیه میزنید شما؟ میگم این دوستتون ناراحتی اعصاب داشت نه؟ نه نه، مشکل شنوایی داری، گوشش یه ذره باد گرفته بود، همچین سنگین شده بود. آخه کاش که تلفنمو بهشون داده بودم، اقلا میتونستم معرفیش کنم توانبخشی. چه جالب، شما تو توانبخشی کار میکنی؟ من نه، خب به صورت افتخاری. چرا؟ آها چه جالب. چی جالبه؟ آها من معذرت میخوام، شما اینجا چی کار میکنی؟ من خب خونمون اینجاست. کجا؟ این جالبه، چون دقیقا فکر کنم آدرسی که ما دنبالش میگشتیم دقیقا بغل خونه شماست. اه چه جالب، اونجا خونه عممه. آه نه، چقدر درها شبیه همه. این دره است، دنبال این یه خونه دقیقا بین خونه این دوست ما و خونه شما فاصله است. آخه اونجا هم خونه عمومه. جدی؟ ببخشید اینجا کوچه چیه؟ اینجا کوچه شهریوره. آه من دنبال کوچه مرداد میگشتم. مرداد دو تا کوچه بالاتر داریم مگه؟ بله دقیقا دو تا کوچه بالاتره. از این ور به هر حال ببخشید که آسیب رسوندیم به ماشینتون، اگه نیاز به صافکاری داره من آشنا دارم. نه خواهش میکنم، چیزی که نشد آخه، شما ببخشید. بله من هم هیچیم نشد، به هر حال ما رو ببخشید. با عزتون مرخص میشم. خواهش میکنم. با عزتون. خداحافظ. خودم هستم. جدن؟ مثل اینکه تازه سر عقل اومدین. نگفتم کشش ندین. آخه فی زمین یه کمی خودشو کشیده پایین. پس قرار قولنامه و مسائل بعدیش با شما. باشه، فقط کشش ندین. خداحافظ. مشتلق بده که همه چی رو به راه شد. چی شده؟ چی میخواستی بشه؟ همه کارا درست شد. جدا؟ پسر عمومی حاضر شده عمومو بفروشه. بابا یعنی یه ذره هم از این خبر خوشحال نیستین؟ واسه چی باید خوشحال بشن؟ واسه چی؟ واسه اینکه باید بساط این نمایش رو جمع کنیم. آقا رو تازه نمایش به جای حساس و خوبش رسیده. بله دیگه، نمایش رسیده به جایی که مرد عاشق شده. با چی؟ با چهار تا آب میوه و سوپ و اینجور چیزا. باز خوب معرفتشو داشت جور اون پسرشو کشید. عاشقم من، مرد حسابی، 10 روز دیگه موعد چکاته،
به جای عشق و عاشقی پاشو بریم دفتر جواب طلبکارا رو بده. کجا بلنشم بیا؟ من حرفا حالیم نیست، من میرم. تا موضوع کش نیومده و پسر منصرف نشده میخوام پول جور کنم همومو خودم بخرم. نه ببین افشار، بالا غیرتن رو زمین مال بچه یتیمه، هر چقدر میارزه پولیشو بهش بده. دایی منم میام. تو کجا میری؟ اینجا بمونم برای چی؟ از اولش هم دوست نداشتم اینجا باشم، منو به زور آوردین اینجا. پاش بریم دایی. ای داده بیداد آقا جهانگیر، ای داده بیداد. چیه پیچک خانم؟ میخوای بری؟ شما بلند شو. نه بابا، کی میخواد بره آقا جهانگیر؟ پس چی؟ من الان دارم میسوزم، میخوای چجوری جواب این طلبکارا رو بدی مرد حسابی؟ ندار که نیستم پیچک خانم، دو تا ماشین افتاده تو خونه، یه ساختمون نیمه کاره دارم، تو که میدونی یه خود خورده حساب بانکی دارم، خب اینا رو جمع و جور میکنم جواب طلبکارا رو میدم دیگه. الهی شو، بازم خدا رو شکر رو سفید میشی. به به، پس بفهم یه دفعه میخوایی ما رو بدبخت کنین دیگه. تو اونجا فالگوش واسدی؟ آقا جهانگیر این کار اولش که نی اب پنج سالگی عادتش بود، 24 ساعت پشت در اتاق فالگوش با میساد بر پریده. باشه بخندی. به به، پرستو خانوم، به سلامتی دارین فرار میکنین دیگه. راستی باباتون کو؟ فرار؟ حتما دست توی گداگشنه قربتی. اولا مواظب حرف زدنتون باشین، دوما گداگشنه شمایی که به خاطر یه تیکه زمین خودتون رو به هر شکل و قیافه در میارین. بی خود صدا تو واسه من بالا نبرا. سلام آقای افشار، حال شما؟ زبون نداری یه ندا بدی این پسر اینجاست؟ چی آقا جون؟ دنبال چی میگردی؟ همه ی آتیشا از زیر سر اونی بلند میشه که تو اون خونه است. اه بابای بیچاره من چه گناهی کرده؟ شما بودین همش بهش خط میدادین دیگه. من آقا جون یه شاگرد پادو بیشتر نیستم، الانم اومدم تصفیه حساب کنم برم. حیف اون سارا که دختر شماست. بله؟ شما سارا رو از کجا میشناسین؟ چیه؟ چه خبره بابا؟ به به، آقا جهانگیر. آقا مجید جون، اون مادرت آبروی منو تو این محل نبر، هر حرفی داری بیا تو، من خودم نوکرت. خواهش میکنم. نمیخواد ناراحت بشی. بفرمایید تو. بفرم. خودش گفت بفرمایید. بیا. آره آقا مجید، کل ماجرا همین بود که عرض کرد. پس اینجوری میخواستی مادر منو خوشبخت کنی نه؟ آقا مجید این دفعه فرق میکنه، باور کن مادر تو برای من از همه چیز دنیا مهمتره. آقا مجید قسمت میدم به اون کسایی که دوست داری آبروی منو پیش مادرت نبر، این ماجرای همون زمینو بهش نگو، شخصیت من خورد میشه، فراموشش کن. قول بهت میدم مادرتو خوشبخت کنم، از گل پایین‌تر بهش نمیگم، قول میدم. باشه ولی یه شرطی داره. قبوله، هر شرطی باشه قبول میکنم. این شرط هم باید بین من و شما و آقای افشار باقی بمونه. قبوله. حالا این شرط چی هست؟ اینجا نمیتونم بگم، باید بریم بیرون یه دوری بزنیم، اونجا بهتون میگم. قبول کن، فقط یه چند لحظه صبر کن، لباسمو عوض کن. خانم بجون دیر شو. شما اجازه بدید من کارامو داشتم میکردم. بفرمایید.
یه زنگ به مجید بزنی؟ برای چند دقیقه دیگه صبر کن ببینیم اگه پیدا شد نشد یه زنگ چرا اینقدر کشش میده؟ سارا کجا مونده؟ به افتخار آقا مجید. بابا کجایی؟ یه ساعته سلام حال شما. این کارا چیه؟ چرا خجالتمون میدید؟ واقعا به تبریک میگم قربونت برم. هیچی رو بده، هیچی رو بده، دست شما درد نکنه. مامان امکان نداره. من که اصلا بلد نیستم به جون. مامان خورشید خانم یعنی چی بلد نیستم؟ خورشید خانم دست به افتخار خورشید خانم دست. پرستو بس کجاست؟ پرستو چه نایمه؟ پرستو رفته سر رو شیرینی و کیک میگیره بیا تا شما افتتاح کنی رسیده. دست مجدد دست دست خانم من واقعا ببر بفرمی بفرمی به نام خدا بفرمی 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 ماما 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 بریم بفرمی یه زنگ به پرستو خانم بزن دیر کرده. بله قفل مادر، مگه قرار باز باشه مادر جان؟ چجور سوار بشم؟ یعنی میخوایی سوار شی؟ من گفتم مستقیم، شما هم نگه داشتین من سوار بشم دیگه. وای سوار شی.